الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى سبحانه وتعالى عما يصفون. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين النجباء الأكرمين ولا سيما بقية الله في الأرضين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين نور أبصار الورى خير من تقمص وارتدى ومجلل العمى الذي يملأ الله الأرض به قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. خب برای من در این لحظه روز اول محرم هست و برای شما شب اول محرم. اجازه بدید که خیلی کوتاه من همین توفیق رو داشته باشم در ابتدای عرایزم که وقت شما رو میگیرم یه سلام کوتاهی به امام حسین بدم با هم عرض ادبی بکنیم و وارد بحث بشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. خب هدیه به امام حسین و اصحاب با وفاش و این تشکری باشه از جانب ما که امسال هم به ما این توفیق رو دادن سیاه برتن کنیم یا در مجلس عزا شرکت کنیم. به احترام خانواده پیامبر، به احترام ابو الشهدا و سید الشهدا ابو سجاد، ارباب بیکفنمون آقا سید الشهدا صلوات الله علیه، صلواتی هدیه بفرمایید. موضوع عرایض من که سعی میکنم خیلی هم اطاله نکنم در این سه شب، در مورد صبر و رضاست. همه ما میدونیم که در آموزه های دینی صبر یک مقوله خیلی ارزشمندی، کلن اصلا از دینم که حالا بیرون بریم، به طور کلی در فرهنگ بشر صبور بودن و در جای خودش خلاصه اون پذیرش رو داشتن یک مقوله مثبتیه.
بغلش که لفظ رضا میاد دیگه کار دشوارتر میشه، یعنی اینکه فرد در ضمن اینکه صبر داره رضایت هم داشته باشه مقوله بلندتر و دشوارتر است. توی مضامین دینی عزیزان من بین تسلیم و رضا تفاوت گذاشته شده. خیلی اوقات آدم تسلیم هست و تسلیم همون شاید مسلمانی است اما رضا نیست. فرض کنید که دور از جنابتون ولی پیش میاد دیگه، پول کسی رو خوردن در بازار و اینجا هم هی این برمور میزنن که اینو بالاخره جور بکنه و میگن آقا نمیشه، این اصلا از خیلی ها کلاه برداشته و نمیتونی تو هم پیگیری نکن. این تسلیم میشه، یعنی بنده خدا دیگه میگه آقا ما هم نمیتونیم ولش کن، ولی راضی نیست، یعنی رضا نداره به این قضیه. وقتی که در درونش دیگه پذیرشی شکل میگیره و دغدغه‌ای در واقع نیست، میتونیم بگیم که او به رضایت رسیده. یه ذره در مورد رضایت بذاریم بیشتر با هم صحبت کنیم و خاصتا در مورد سید الشهدا. من شب اولی میخوام شما رو اتفاقا پرت کنم از همین آغاز کار در آخرین لحظات سید الشهدا که مسئله یعنی سؤال من تو این سه شب طرح بشه، بعد هی اطرافش رو با هم نگاه میکنیم، یعنی پروبال بهش میدن. سؤال چیه؟ ببینید سید الشهدا صلوات الله علیه لحظه ای که در گودال قتلگاه واقع شدن عبارتی دارن که جانهامون براشون بسوزه، بسیار بسیار بلنده، همه تون هم شنیدین بلدین. حالا تو اون وضعیت شما صحنه رو تماشا کنید، شب اول محرم شماست، اصحابش تک تک رفتن، جوانانش خانوادهش در واقع مردانشون رفتن و به اون شکل شهید شدن. حتی تو این صحنه دیگه علی اصغرش هم از دست رفته. از طرفی خانوادهش در آستانه اسیری هستن بین کسانی که معلومه چه وضعیتی دارن، چه کینه از او دارن و چه آدم های غیر انسانی هستن. این شرایط رو ببینید، خودش هم که فرمود 1000 خورده زخم برای بدن هست به روایت امام باقر صلوات الله علیه و تا آخرین لحظه با تشنگی ایستاده. در یک تراژدی واقعی از اسب به زمین افتاد صلوات الله علیه به گونه راست، فرمود الهی رزم به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک. او به تن آدم راست میشه دیگه. رضایت یعنی چی؟ عمیق بشین لطفا. من فقط ساعت رو هم زمان آره به ساعت خودم نگاه کنم که زمان شما رو. این که فرد تو این شرایط از چی راضیه؟ دقت کنید. به ظلم راضیه؟ نه. درد نداره؟ داره. داره. خشمی نسبت به کسانی که این کارو کردن نداره؟ داره. هر کدومی که اشکال داشتید میتونید برای من به مسئولین عزیز این برنامه بفرستین و بیان تا شب بعد بیان این تیکش رو ما قبول نداریم که امام حسین به اینها خشم داره. غم نداره؟ داره، غم بسیاری داره. عجیبه، ولی راضی است، یعنی پر از احساس‌های بسیار عمیقی است اتفاقا این آدم در این صحنه.
اینو داشته باشید، صحنه صحنه آشنایی است برای شما. من شما رو ببرم همین شب اول در صحنه آخر، صحنه های آخر این کاروان عشق، جایی که خواهرش صلوات الله علیها زینب کبرا روبروی یزید لعنت الله علیه ایستاد. آها اینو تماشا کن. اونجا هم همینه مجددا. خطاب بی بی زینب سلام الله علیها به یزید بسیار پر از خشم. یزید جمله رو با این شروع کرد که خدایی رو شکر که برادر تو رو کشت. همونجا بی بی فرمودن که سر کن، خدا نکشت و کشتی گردن خدا ننداز. و عبارتی که بهش گفتن اینه که در زبان عرب او رو به نام مادرش صدا کردن بسیار پرخشم، یبن مرجانه، که وضعیت تو معلومه چه جوری هستی و اون واقعیتشه، این چیزی نیستش که بخوایم بگیم، واقعیت اون آدم آلوده این چنینه با اون وضعیت که ادعای ولی امری و امامت هم داره واسه مسلمان‌ها، دیگه حقشه که بهش این گفته بشه. پس پر از خشم بی بی و در فرموده نبویست که بالاترین کلمه و عبادت کلمه حقیست عند سلطان جائر، گفت اون چی که باید بگه رو گفت بهش بی بی. همونجا رو ببینید، پس خشم هست، غم هست، عشق هست به برادرش از دست دادنش، ترس مراقبت از این بچه ها هم داره. ولی عبارت ایشون اینه، باز همه یاد شده خانم های بزرگوار برادران عزیز من، فرمود و ما رأیت الا جمیلا، مردانی به قتلگاه خیش رفتند جانانه جان دادند و ما به اونها ملحق میشیم. تو وایسا ببین تو چطور باید بری و برسی به پیشگاه خدا. و ما رأیت الا جمیلا، و من جز زیبایی ندیدم. الله اکبر. اون امام حسین در صحنه‌ای که آکنده از احساس‌های بسیار عمیق ولی راضی است، این زینب کبرا سلام الله علیها در صحنه‌ای که پر از باز احساس‌های عمیق حتی خشم نسبت به یزید، غم، ولی باز هم میگه من تو این داستان، تو این مسیری که آمدم جز زیبایی ندیدم. بیاید بهش نگاه کنیم، ببینیم رضایت یعنی چی. قطعا و یقینا جمله اول اینه که رضایت به معنی این که من از فعل یزید راضی هستم نیست. این نیست، این نمیتونه باشه. خیلی ها اینجا نتونستن حل کنن عزیزان من، سرمنشأ یا یکی از جلوه های بگم ظهور کرده در عرفان هایی که از مسیر وحی گمراه هستن همینه. چون اینجا نمیتونن حل کنن این متن رو، نمیتونن این اسکریپچر رو نمیتونن توضیح بدن، آرام آرام به این سمت میرن که اساسا تا اونجا پیش میرن که گویی، ببخشید که راحت میگم، بحث علمیه، یزید یا حتی شیطان هم در دستگاه خداوند داره کار میکنه. من این زیبایی که دیدم چیزیست که خدا بس که میخواد به این معنی، و میفتن توی وادی که خیلی با ظاهر، خیلی که یعنی قطعا با ظاهری که از قرآن روایات و وحی میخونه و تجربه فردی هست همخوانی نداره و یک صلح کلی رخ میده. یعنی رضایت به معنی رضایت از فعل یزید هم میشه. این پرتگاه اوله که رضایت به این معنی نیست. یک بچه شیعه نمیتونه اینو بپذیره که آموزه قرآن داره، تاریخ حضرت امیر رو داره، تاریخ اهل بیت رو داره، روایت رو داره. خیلی ساده حرف میزنم، نمیخوام زیاد شما رو رفرنس بدم، حالا ساده است. بپذیری که آره، این رضایت به معنی رضایت از فعل اونهاست. پس چیه؟
پس چیه این صحنه؟ دقت کنید، من امشب طرح مسئله با شما میکنم، میخوام ذهنتون درگیر شه به چیزی که همیشه باهاش بودید. آقا راضی باش، یا مقام رضا میدونید از بالاترین مقام های دینی است، در یقین و رضا، کسی که میبینه و درش هست. یه معناش که غلطه و روشن اینه که من در اون چه که به هم ظلم شد، به امام حسین ظلم شد، به حضرت زینب ظلم شد، نمیتونه به این ظلم راضی باشه و نیست، اونجا خشم داره. برای عمر سعد دعای سختی کرد، دعای علی نفرین، قطع الله رحمک یبن سعد کما قطعت رحمی. کسی تردید نداره اگر بچه عاشورا است، اگر اهل متن، این خود برای خودش چی دایی رو بگی خب بره بگی، اگه میخواد با اسکریپشن موثق متن مستند حرف بزنه، ما خشم رو داریم میبینیم. پس این رضایت به معنی این که خب ببخشید خیلی راحت حرف بزنیم، خیلی حال داد، خیلی خوب بود، اینجوری نیست، خیلی سخت بود، من دارم غم تجربه میکنم، من پر از خشمم، دقت کنید، ولی راضیم. یه طرف دیگه هم داره که اصلا چیزی نبود، اینم یه لبه دیگه است، دو لبه پرتگاه داره این تعریف که اشتباه هر دوش. یه لبه هم رضایت میدونین چیه؟ اصلا انگار دردی نیست، اصلا انگار طوری نیست. یعنی اگر من سید و شهد و صلوات الله علیه علی اکبر هم دادم رفت، باید در راه خدا میدادم دیگه، اصلا پسر یعنی چی در راه خدا؟ آقا ما اصلا دردی نداریم. اینم نیست، یعنی درد هست. چند جای امام حسین تو این داستان کربلا شنیدید بارها، امسال هم ایشالا زنده ایم و میشنویم و گریه میکنیم در کنار او، قش کردن، حتی غشی علی، یعنی از خوش رفته از شدت. یکیش پشت سر علی اکبر، همه تو میبینید داغ بسیار بسیار بزرگی داره، اول همه هم پسرشو در واقع اجازه میدان داد. خب چه جوریه؟ خوب به این صحنه توجه کنید عزیزان من، هم داره گریه میکنه، هم اول همه او رو میده بره، السلام علیک اول قتیل بن خیر نسل سری، در مورد علی اکبر اولین شهید از بنی هاشم، ولی خیلی سالها ما این شعر رو خوندیم، شاید شما هم شنیدین از ما، در برم سرو قدم راه برو چند قدم، همه دیدن محاصر سفیدش رو به دست گرفته و پشت علی اکبر به زمین میفته و از هوش میره سید الشهدا صلوات الله علیه، یعنی غرق غمه، اما اول میگه برو. من سه تا موقعیت رو برای شما گفتم، شبهای بعد بیشتر بازش میکنم، میخوام رضایت رو ببینید به معنی این نیست که اوکی آقا اصلا من دردی ندارم، پسر چی بود خدا داده بود واسه آقا بگی ببر عزیزم، مسئله نیستش، هیچ طور نیستش، اصلا من مشکل ندارم که، ناراحتی نداره که. لبه های عرفان های غلط دلبستگی نداشته باش، او اگه میخوای راضی بتونی باشی دلبستگی نداشته باش. اساسا امام حسین دلبسته علی اکبر است. اللهم فشحت على هؤلاء القوم، اینا شما حفظی بهتر از من، مقتل دیگه، مقتل گویای بسیار روشن، اینم در پشت علی اکبر بود، فرمود برای این مردم گواه باش خدا، قد برز الیهم غلام، جوانی بر اونها عرضه شد، اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن، از هر نظر از خلق و خلق و منطق به رسول خدا، کنا از اشتقنا به رسولک، وقتی دلمون تنگ میشد هوایی رسول خدا میشدیم، نظر ناولی به این نگاه میکردیم. هم باباش سید الشهدا و اهل بیت از بعد محبتی بسیار قوی هن، از بعد امامتی هن که، یعنی علی اکبر یه ویژگی
شباهت به پیامبر داره، بچه از این طرف هم بچه امام حسین، این بحث دیگری. امام ها همه چیشون خیلی قویه، حب و محبت پدرانش بسیار قوی سر و شاده، طعمو خیلی خوب میفهمه، طعم پدر بودن. امام در همه چیز کامله، در همه چیز اعلاست. همین رو هم زینب کبرا داره، نمیخوام اطاله کنم و طول بدم، شماها دیگه همتون معلم منید. زینب کبرا سلام الله علیها شرطش جدا نشدن از امام حسین در ازدواج، شما میدونید. یه عاشق ما هیئتی ها میگیم داره سید الشهدا زینب کبرا است، قلبش داره کنده میشه. چطوری میتونه بگه زیبا بود؟ این زیبایی یعنی چی؟ این رضا یعنی چی؟ من اینجا با موضوع بحث این رسشم. ببخشید صحنه های داغی است. یک صحنه ای داره، همون صحنه اولی که گفتم، بذارید خود شما رو ببرم تو روزم، اب نداره. ایام بهار اشک بر سید الشهدا است. میگه زیر چشم همین طور که بر زخم ها آغشته بود به خیمه نگاه میکرد. دل واپس بچه هاش تو اون صحنه. هر سه صحنه، صحنه مقتل، صحنه مواجهه با یزید، اسرا و زینب کبرا، صحنه علی اکبر، صحنه های داغ رو من صحنه زیاد براش میخوام، شما بهتر از من میدونید، درش رضایت هست به علاوه احساس غم، عشق و خشم. در یه سریش همونجا نسبت به عمر سعد خشم داره در صحنه علی اکبر، نسبت به اون قتله ظالم در مقتل خشم داره، نسبت به یزید و امثال هم زینب کبرا خشم داره. خشم طبیعیه، حق عزیزان من. جایی که طبق فرموده مولا ظلمی رخ میده، انسان سالم خشم تجربه میکنه، چون چیزی جابجا شده و خشم ماره جابجایی. خشم حرارت، این که میخوای مشت بزنی استکاک، و این استکاک حرارت تولید میکنه که تو دستو بالا بیاری و فریاد بزنی. منتها آدم سالم روی حقیقت این انرژی رو داره، آدم ناسالم به خاطر اینکه چرا به من بی احترامی شد از این خشم میگیره. حالا این بحث بماند، بهش میگیم خشم اصیل و غیر اصیل در روانشناسی هیجان مدار. اون اصیله چون از ظلم وضع و شیفی غیر موضع، این یتیم سر جاش نیست، عبی فریاد میزنه، عقلش اینو میاد. فکر نکنید خشم اینم بازی که از اشکالهای عرفانهاییست که امروز باب هست در فضای دینی هم هست. صلح کلی اگه برسی اون بالا همه رو دوست داری. یواش بهت میگه، یواش هم میکنه که آدم فکر کنه خیلی خاصی داره با آدم میگه. لحن و اینا مال این پایناست، اینجور این به گوشتون بخوره، اینجور نیست. این قرآن رو ببینید، صفات خدا رو ببینید، خدایی که سبقت رحمته و غضبه، امام حسینی که رحمتون دل عالمین. اتفاقا ببین او چقدر از راه به دوره که مستوجب نفرین چنین رحمتون دل عالمین میشه. اون شما دید، اون رو آدم نمیفهمه. تو این صحنه ها خشم هست، غم هست، اما رضایت هست. یعنی بیهسی نیست، رضایت از جایی نیست، حرف من اینه. خوشی نیست، معنای جدیدی از رضایت، بهش تأمل کنید. جوی یا خوشی که تو روانشناسی امروز هم یکش گرفته توی فضای انگیزشی و مثبت گرا، که تو همش باید خوش باشی. وقتی خوشی راضی هستی از دنیا، حالا کاری ندارم مثلا بمب بحث رفت به مباحث ما نداره، همین اشاره کنم کافیه. از کجا میاد، چه هدفی داره و چه جوریه. فقط تصویر لمینت روی روزنامه بود، تو 5 روز آینده اینجور خواهی شد و اینجور بود و برو برسو و اگر برسی خوشی. این فضا فضای واقعیت نیست، فضاییست که فهمیده ذهن دروغ میگه و میتونه خیلی مؤثر باشه. میگه خیلی خوب یه دروغ مثبت بگی به هم و باورش میکنه و کارم میکنه ها، کار هم میکنه، واقعا میرسی. ولی آیا واقعیست؟ در این مسیر چقدر سالم بودی و سوالای دیگه، یه بحث دیگه است، نمیخوام واردش بشم، که اون فلسفه روانشناسی که توش مثبت گرایی صرف و انگیزشی ما بهش میگیم در واقع در فضای خودمون داره چیکار میکنه، همین تو پرانتز بشنوید کافیه. در مقابلش یک نگاهی هست که نگاه واقعیت گرا هست، مبانی واقعیت گرایی داره، تجربه احساس رو
به اصیل و غیر اصیل تقسیم میکنه. عزیزان من خوب توجه کنید، تجربه احساس اصیل رو مطابق واقعیت میدونه و به اون ارزش میده و اعتبار میده، اون رو ورید میدونه. همطوری گفتم ظلم وقتی رخ میده انسان سالم باید خشم بگیره و اگه نگیره ناسالمه طبق این تعریف. برای همین با مبنای اگزیستانسیال و وجودگرا شما میتونید تمام مبانی دینی توضیح بدید. اگه روایت دیدید که در مواجهه با خدای متعال مؤمن به خوف میاد، میفهمید که آره، چون واقعی اگه سالم باشی چطور من دستم با این چای حرارت رو میگیره. وقتی در مهابت خدای متعال، در معرفت فطری خودم، در دعا و ذکر خودم متوجه خدای متعال بشم، قرآن میگه شب که بلند میشم به دعا و هم مشفقون، دلاشون رقیق میشه و اشکهاشون جاریه، یبکون آنها اللیل و اطراف النهار، چون تأثیر اون واقعیت. خوب توجه کنید، در این مبنا انسانی که مطابق واقع هست سالمه. و رضایت، خوب توجه کنید، امشب همینقدر من که این بحث رو طرح کنم بس باشه برای شما. خود ممکنه با این ادبیات و حالا فضا و با هم آشنا میشید، منم با شما دورم بالاخره از ظاهر جغرافیا، اگرچه دلم به شما خیلی نزدیک. این حقیقت رضایت، رضایت تعبیر دینی است، یک ترمینولوژی دینی است برای حالتی احساسی که در فیزیولوژیک فرد سالم که پتانسیل مطابقت و دریافت واقعیت رو داره رخ میده. برای همین هی تکرار کردم که تو خشم هست، خشم اصیله، تو غم هست، این غم اصیله. و اتفاقا چون هست، دقت در این هستش کم و زیاد نداره و راضیه. یعنی میگه ای کسی که به من این غم رو دادی، من در دریافت این غم هستم. اینو امشب از من بشنوید تا بتونم بازش کنم. نمیگم نیست، دقت کن، فضای انگیزشی، اصلا غمی نیست، آقا مشکلی نیست، میخوان ما رو بشکنن، نمیتوانن بشکنن. ای وای، یا آقا درد دارم، آقا درد هست، رنج نیست، زیاده نیست، به نسبت بهش رضایت هست، انکار نیست. من امشب اینو خواستم بگم، رضایت و صبر حقیقی در دریافت واقعیت. این که کسی در میگذره هی بری به ملاقاتش بگی عزیزم طوری نشده، تو صبر او کمک نمی کنی. صبر در حقیقت خودش یعنی پتانسیل تجربه عمیق واقعیت و باهاش اوکی بودن. یه واقعیتی هست، حالا حکمت داره، یه فلسفه‌ای داره، آقا ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا خواسته در رؤیای شبش در مدینه دید، رفت وقتی در قبر پیامبر، خیلی عبارات عجیبی داره اونجا، شب با پدر بزرگ و رسول خدا نجوا کرد، سید الشهدا آمد، خیلی دلم میشکنه اونجا، یه جوجه تو آمده یا رسول الله، چطور منو به پا می نشوند. اون شبی که خواست از مدینه خارج بشه، صلوات الله علیه، آقا به خوابش آمدن یه حسین جان ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا خواسته تو رو کشته ببینی، تو شهید این امتی، تو در خود اهل بیت هم تنها کسی که اختصاص داره در اینکه در میدان شهادت جان بازی کنه، سید الشهدا است. بگذاریم، و بعد زن و بچه چه کنم، شاء ان یراهن سبا، یا اونها رو همین شاء اراده تشریعی خداست، خواست خدا بر این حکمت‌هاش، و بحثش جای دیگه است.
حاشیه نمیریم، تو لاین خودمون صحبت میکنیم. هر کدوم از اینها دنیای حرفه، اونها رو هم خواسته اسیر ببینه. برای همین این خواست که هست، میدونی سید الشعرا در عالم زد به این قضیه بلا گفتن. وقتی این ترسیم شد که چه کسی این کار رو انجام میده، ایشون پذیرفته و اومد این کار رو جانانه کرد. در راه معبود خیش همتی جانانه کردی یا حسین. ایستاد و صبر کرد. من امشب از صبر جمع‌بندی کنم، روزه بخوانم براتون. ایام عزاست. صبر و سوال طرح کردم، جوابی ندادم، نمیدونم چقدر برسم چشم مثلا حرف بزنم. فقط گفتم صبر در انکار نیست. این تحملی که سرور عزیزی که منو معرفی میکردن فرمودن، خیلی خوشحال شدم چقدر آشنا بودن با فضای فکری من و گفتگوهای من. یه لبه این کارم تحمله، حالا بهش میرسیم که همه تو میدونی یعنی چی دیگه. ما خیلی قادم تحمل میدونیم، بیشتر توضیح بودم شبه بعد توضیح بودم. اونم صبر نیست. معلوم شه صبر چیه. هی لبه هاشو میگم مثل یه زوزنقه که باید از لایشو بچین تا درست شه. آقا محدوده این کجاست؟ امشب یه جا رو گفتم. گفتم صبر تو تجربه احساسیه. صبر و رضا در درک واقعیت. این واقعیت رو چی هست، چرا هست، این بحث دیگه است. فعلا امام حسین این واقعیت رو هست، جانانه هست، انکارش نمیکنه. داغ داره از علی اکبرش، حضرت زینب همینجور، بقیهشون همینجور. معنای صبر اینه و این وزن داره. این رو بگم و تمام. اصلا صبر اینجوری وزن داره. اگه من بچه‌مو دوست داشته باشم بگم بدم بره، که وزن نداره. که وزنش، وزن این رفتن که به غشمه میکشه منو میندازه، هوش میبره از سرش، ولی راضیه. سبحان الله. عجب فیزیولوژیکی در درک واقعیت این قمه. سر باز نمیزنه. این باشه، بازش میکنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. چرا قرآن برای شما خاموش کردن اینطور که من متوجه شدم؟ ما یا ابا عبدالله آدم های، من خودم میگم به دوستان اونجا جسارت نباشه، آدم ضعیفی هستم، پر از گناه، خوشحالم که تو رو میشناسم، بنده خدا هستم، عزت نفس دارم، اما از بعدی هم ذل نفسی فی نفسی، با همه کمبودی ها، منظورم کاستی ها و کمبود هایی که دارم. اما کارهایی که میکنیم یا ابا عبدالله برای تو حساب کتاب داره. ما میدونی چرا شب با تو روزه خاموش میکنیم؟ چرا؟ یا الله، ما که بچه بودیم میگفتن یاد اون تاریکی های خرابه های شام کنید برای بچه های امام حسین. بعضی ممکنه هیچ اشکال نداره یاد تنهایی خودشون با امام حسین کنن. حتی میخوام به جوان ها بگم این چرا خاموش کردن چه حکمت هایی داره. بخشش اینه که شما راحت تر خلوت کنید با خدای متعال. خودتون هستید و سید و شهدا دارون. و برای بزرگترها، سفری که ما در آخرت داریم و در تاریکی داریم، شب اول قبر. و از سوی دیگه عزاخانه است. عزاخانه سیاه میکنن، سیاهی که نور به دلهای ما میده. واقعا نوش جانتون، گوارای وجودتون این غم، این غمی که در عین اینکه غمه میبینید که شما راضی هستید و درش هستید و خدا رو شکر میکنید. غمه هست، وزن داره. این نیست که بگیم نستجیر بالله. ما شادیم در عزای امام حسین، ما غمگینیم و رضا داریم. عقل دیوانه کردی یا حسین.
عشق را افسانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین، در قفای اکبر سیمین بدن عشق از دیده دردانه کردی یا حسین، از برای شامیان بیوفا گنج در ویرانه کردی یا حسین، یا حسین. کتیبه های دور و برتون رو نگاه کنید، گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست، در و دیوار بگویم، در و دیوار گواهی بدهد کاری هست، در و دیوار گواهی بدهد کاری هست. صلی الله علیک یا سیدنا المظلوم یا ابا عبدالله. شب اول محرم و من هم دل شب سحرگاه اول محرم توفیق داشتم بنشینم و با شما از ارباب حرف بزنم. آقا جان، به کوچه ها که روان دسته های سینه زنی سپند وار جهیدم، نسیم وار دویدم، هوای سلطنتم بود نوکری تو نمودم، امید خواجگیم بود بندگی تو گزیدم. یا ابا عبدالله، آماده اید باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نبه و چه عذاب و چه ماتم است، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. دو سه خطم از یه بند دیگه این مرثیه فاخر شیعی بخوانم. کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون نشسته میدان کربلا، گر چشم روزگار بر او فاش میگریست، خون میگذشت از سر ایوان کربلا. عرض دعای من عزاداران حسینی، قیمتی هستید شما، بی ریا، بی تعلق به این ور و اون ور، خالصانه برای خود امام حسین و اون معنایی که شما در دلتون دارید جمع شدید هر جای دنیا که هستید. انشالله حتما همینطوره، طبق روایات صحیحه که به ما رسید، سید الشهدا در مجلس به شما نظر می کنند از عرش. دعا کنید. بودند دیو و دد همه سیراب و می مکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبن
ينقلبون.